به شما دوستان، عزیزان، رهروان حقیقت، پژوهشگران و اندیشمندان عزیزی که در اینجا تشریف دارید، درودی سرشار از عشق و مهر میفرستم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. ایزد آنا کیا سومر هستم که تونستم در فرصتی که به دست آوردم با مشغله های روزانه فراوون پارت پنجم کتاب انجیل شیطان رو براتون بخونم. این کتاب همینطور که در 4 قسمت قبلی گفتم نوشته آقای آنتوان لاوی هست و ما ادامه میدیم پارت پنجم رو. هوا، ندای لوسیفر، روشنگری. خدای رومی لوسیفر حامل نور، روح هوا، تجسم روشنفکری است، اما در متدولوژی مسیحیت او ناگهان به نماد شر تبدیل شد که البته از ادیان سامی که وجود خود را مدیون معانی بی سر و ته می دانند قابل انتظار بود. حال زمان آن فرا رسیده که تاریخ اصلاح شود. اخلاق دروغین و نادرستی اسرارآمیز باید تصحیح شود. گفته می شود که حقیقت آدمی را آزاد می کند، اما حقیقت به تنهایی هیچ کس را آزاد نکرده. این شک است که آزادی ذهنی می آورد. بدون عنصر شگفت انگیز شک، راهرویی که حقیقت از آن می گذرد بسته خواهد بود، غیر قابل نفوذ حتی برای شدیدترین حملات لوسیفر. از همین روز که بسیار قابل درک می باشد که خدایان دست راستی لوسیفر را پدر دروغ بدانند که نمونه جالبی از دگرگونی نماد در طول تاریخ است. حتی اگر کسی بخواهد که این اتهام که شیطان نماینده نادرستی است را بپذیرد، باید قبول کند که این لوسیفر بود که تمام ادیان سامی را برپا کرد و کتب مقدس آنها را نوشت. وقتی شکی با شکی دیگر دنبال می شود و استدلال های غلط روی هم انباشته می شود، حباب به انفجار نزدیکتر می شود. برای آنانی که پیش از این حقیقت را به چالش کشیده اند، این ندا منبع الهام است. آری، زمان ترکیدن حباب دروغ فرا رسیده است. این تصور غلط مشهوری است که شیطان پرست به خدا معتقد نیست. مفهوم خدا آنطور که توسط آدمی تعبیر می شود آنچنان در طول قرنها تغییر کرده است که شیطان پرست آن تعریفی که به بهترین شکل مناسب اوست را می پذیرد. آدمی همیشه خدای خود را خلق می کند تا اینکه خدایان باشند که او را. خدا برای برخی بی خطر و برای بقیه ترسناک است. برای شیطان پرست خدا بی توجه به این که با چه نامی خوانده شود و یا بی هیچ نامی به عنوان عامل تعادل در طبیعت دیده می شود و نه سبب اصلی نگرانی های روحی بشر. هر کسی که از شیطان به شر یاد می کند باید در ذهن داشته باشد که زنان، مردان و کودکانی که می میرند همه به خواست خداست. بدون شک آنها که برای از دست داده ها سوگواری می کنند ترجیح می دهند که عزیزانشان پیش آنها باشند تا پیش خدا. در عوض مرد خدا به او چرب زبانانه تسلی می دهد که این خواست خدا بود یا او هم اکنون در دستان خداست. این حرف ها
راهی متقاعد کننده بوده برای مردان خدا تا بیرحمی خدایشان را توجیه کنند. هر کسی که رنجها و نابرابریها و بیعدالتیها را میبیند از خود خواهد پرسید که خدای مهربان کجاست؟ مگر نه اینکه او همه چیز را کنترل میکند؟ قرن هاست که شاهد دست و پا زدن مردان خدا هستیم تا بتوانند به سؤالی به این صراحت و روشنی پاسخ دهند، اما جز سفسطه به جای نرسیدند. شیطان پرست چنین می انگارد که هر حرکت و عکس العملی که در جهان او رخ می دهد وابسته به خود اوست. او دیگر نمیشیند تا سرنوشت را قبول کند و چیزی در مورد آن انجام ندهد، چرا که خدا اینطور خواسته. شیطان پرست میداند که دعا کردن هیچ سودی ندارد و برعکس شانسها را کاهش میدهد، چرا که اگر زمانی را که به دعا و انتظار فرود رحمت خدا میگذراند به فکر چاره‌ای بود زودتر به نتیجه میرسید. شیطان پرست از لغاتی چون امید و دعا پرهیز می کند، چون اینها نماینده ترسند. روشن است که اگر ما برای چیزی دعا کنیم و برای آن به چشم امید منتظر بمانیم، در حقیقت هیچ عمل مثبتی برای تحقق آن انجام نداده ایم. شیطان پرست از آن جایی که می داند هر چه اتفاق می افتاد از خود اوست، به جای دعا کردن به کنترل موقعیت می پردازد. فکر و عمل مثبت و سازنده است که ما را به نتیجه می رساند، نه هر جمعه به انتظار گمشده‌ای خیالی گریستن. همان گونه که شیطان پرست رو به خدا برای کمک خواستن دعا نمی کند، برای بخشش اعمال اشتباه خود نیز چنین نخواهد کرد. ناراحتی از اشتباهات گذشته جز تباه کردن لحظه نیست و نیز اعتراف به آن جز پایین آوردن سطح او. وقتی شیطان پرست حس می کند که اشتباهی مرتکب شده است، می داند که این کاملا طبیعی است که از شخصی خطایی سر زند و اگر هم از انجام آن کار واقعا پشیمان است، از آن درس می گیرد تا آن را تکرار نکند. اما اگر به دل از انجام آن کار پشیمان نیست، می داند که آن عمل را دوباره انجام می دهد. بنابراین هیچ نیازی به اعتراف و درخواست بخشش نیست، ولی متاسفانه این چیزی است که اکثرا رخ می‌دهد. مردم به گناهان خود اعتراف می‌کنند تا بتوانند وجدان خود را پاک کنند و برای انجام دوباره آنچه گناهش می‌پندارند آماده شوند. همانطور که مردم به انواع مختلف هند، خدا نیز به معنای معمول کلمه به انواع مختلف است. تصویر از خدا می تواند از نوعی فکر کیهانی تا قادری مطلق که کوچکترین چیز را می داند و همه چیز را در کنترل دارد تغییر کند. حتی در داخل بدنه اعتقادی یک دین، خدا می تواند تعابیر مختلفی برای هر کدام از اشخاص پیرو آن دین داشته باشد و اکثراً چنین بوده که یک دین تنها خدایان خود را صحیح دانسته و پیروان دیگر خدایان را فاسد العقیده می داند. جالب این است که اکثر این ادیان خدایی را می پرستند که از پایه یکیست و با این حال یکدیگر را سزاوار سرزنش می دانند. اگر تا این حد اختلافات خشونت آمیز در سر راه رسیدن به خدا وجود دارد، پس کدام تعبیر صحیح است و چه کسی درست می گوید؟ تمام ادیان دست راستی متفق القول می پندارند که برای باز کردن درهای بهشت باید خدا را از خود راضی کنند.
با این وجود اگر کسی هم همه عمر را به این کار نپرداخته باشد، می تواند با توبه آخر عمر و راضی کردن رجال دین از خود از شفاعت پیامبر و امامان بهره‌مند شوند و از درهای مخفی وارد بهشت شوند. خب دوستان، من همینجا این پارت رو به پایان میرسونم، چرا که داره خیلی طولانی میشه. روز و روزگار به کام.